واشنگتن پست در یک گزارش تازهی به نشر رسانده گفته است که حکمت طالبان در پنج ولایت صدها خانواده از قوم هزاره را کوج اجباری داده است این رسانه معتبر در این گزارش آورده است که به گزارش دیدبان حقوق بشر مقامات حکومت طالبان در پنج ولایت صدها خانواده هزاره را به زور و اجبار از خانه ها و مزارعشان بیرون کردند به اساس نوشته واشنگتن پوست، در گفتگاه های سلس عمدتا قوم پشتون به افغانها و جامعه بین المللی قول داده بود که حقوق و خواسته های هزاره ها و دیگر گروه های قومی و ای در افغانستان فراگیر تثبیت خواهد شد. اما در دولت موقت طالبان هیچ یک از 33 عضو کلیدی کابنه هزاره نیستند هرچند ستیزه جویان بعدا بدنه خود را گسترش دادند تا یک هزاره را به عنوان معاون وزیر صحت در بر در ادامه گزارش این رسانه آمده است که طالبان با مهدی 33 ساله هزاره در تلاش برای جلب نظر شیعیان افغانستان است اما بسیاری صداقت آنان را زیر سوال میبرند در این گزارش آمده است که مولوی مهدی به عنوان یک فرمانده نظامی هرگز سرزمین را تصرف نکرد و امریکایی را نکشته است با این حال طالبان مهدی هزاره 33 ساله را محبت الهی می دانند. به نوشته واشنگتن پست سی تیز جویان مهدی یگانه فرمانده هزارتوار خود را در یک پست کوچیک در منطقه امدتن هزاره نشین تقرر داده است. این رسانه نوشته است که بدبینان میگویند که او بجای یک عامل جدی اشتی یک مانع برای جلوگیری از قیام تمام هزاره ها است. به اساس نوشته واشنگتن پست مهدی متولد یک روستای کوچیک به نام هوش در شمال افغانستان زمانی که طالبان کابل را در سال 1996 تصرف کرد 8 ساله بود سه سال بعد طالبان منطقه او در بلخاب را بمباران کردند او با خانوادهش همانند بسیاری از هزارها به ایران گریخت و پس از بیرون راندن ستزجویان از قدرت پس از حملات 11 سپتامبر 2001 از ایران به افغانستان برگشت بعد از آن که به گفته مهدی یک فرمانده ارشده که در حکومت پیشین بود زمین های او را غصب نموده بود در ازای آن مهدی پسر وی را اختطاف نموده بود که پس از تحویل دهی پسر وی و گرفتن زمینهایش در آن شب بالای خانه او حمله شد و در حمله موقعی که مهدی میخواست از خانه فرار کند زخمی گردید که بعد از بستری شدن به شفاخانه زندان شد. سلمان اخلاقی یک از دوستان دوران کودکی مهدی به واشنگتن پست گفته است که او در داخل زندان نیز با ملاهای طالبان ملاقات کرد وقتی آزاد شد تغییر بزرگ در رفتار و بدنش هویدا شده بود در این گزارش آمده است که هنگامی که مهدی در سن 29 سالگی به خانه بازگشت شروع به برگزاری جلسات برای تشویق هزاره های دیگر برای پیوستن به طالبان کرد و علی ارتش ایالات متحده و فساد دولت تحت حمایت ایالات متحده آمریکا امریکا صحبت کرد پس از آن که شبه نظامیان مهدی مورد حمله نیروهای دولتی قرار گرفت او بر روایت خودش به ولایت سمنگان گریخت. با این حال مشخصات مهدی برای طالبان جذاب بود به نوشته این روزنامه در سالهای اخیر طالبان به دنبال جذب نیرو بودند که به سایر اقوام افغانستان خود را یک شورشی ملی نشان داد از بکا تاجیکا و ترکمن ها در میان صفوف جنگجویان طالبان وجود دارد هرچند تعداد آنها اندک است مهدی با واشنگتن پست گفته است که اگر طالبان سیاست نرم خود در قبال هزاره ها را ادامه دهد در نهایت حمایت جامعه هزاره ها را جلب خواهد کرد به اساس نوشته این روزنامه حملات شاخه خراسان دایش در افغانستان بالای هزاره ها افزایش یافته است که در بمبگذاره های قندهار و مزار شریف منجر به کشتشدن تعداد زیاده گردید. سید جوادی بلخابی در واکنش به این حمله ها به واشنگتن پست خاطر نشان کرده است که خشونت می تواند بسیار از هزاره ها را متقاعد کند که طالبان را در آغوش بگیرد اگرچه فقط برای محافظت از آنها باشد. همچنان روحانی که هدف از این روزنامه وایزاده بهسودی است به این روزنامه گفته است که دشمن دشمن دوست ماست اما به اساس تحقیق این روزنامه حتی در کابل نیست تغییر ظاهری طالبان مشکوک است واشنگتن پست نوشته است که ستیز جایان در حال بررسی لغو قانون اساسی کشور در سال 2004 هستند که از حقوق قانونی شیعیان حمایت میکرد و بجای آن بخش های از قانون اساسی 1964 را که در دوران پادشاهی تأسیس شد تصویب کنند. عادلی پژوهشگر به واشنگتن پست گفت است که آن قانون دوران شاهی فقه شیعه را بر رسمیت نمی واشنگتن پست نوشته است که اقدامات خود طالبان تلاش های مهدی را زیر سوال می با وجود شهادت ها و شواهد ارائه شده توسط فعالان حقوق بشر که خلاف آن را ادعا می‌کنند، مقامات اخراج دست جمعی هزاره ها را به عنوان اختلاف قبیلی و کشدار مای جولای که توسط عفو بین ملل مستند شده است به عنوان تبلیغات توصیف کردند.